هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان این روزها در دوحه رایزنی ها را برای برگزاری پیروزمندانه نشست ترکیه و نیز تعیین آجندای نشست با نمایندگان کشورهای امریکا، ترکیه، قطر و سازمان ملل متحد آغاز کردند. گفتگوها را پیرامون چگونگی آجندای نشست ترکیه با هیئت های مذاکره کننده دو طرف آغاز کردند. با این همه محمد محقق در دیدارش با باشندگان ولایت هرات تاکید می‌ورزد که پیش از نشست ترکیه باید در روند صلح افغانستان توافق‌های به دست بیاید. ترکیه میگه اول جرامت کنین، توافقات تان بکنین، باز بیاید در ترکیه که دعا کنیم، کمرتان رو بسته کنیم، برای صلح که برین افغانستان رو بخیر مشترک آباد کنیم. همزمان با ادامه بررسی توافقنامه دوحه از سوی واشنگتن، سه‌شنبه شب زلمه خلیلزاد با ملا عبدالغنی برادر و برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه در دوحه نیز دیدار کرده است. در درو میاشت پر طرح و در امریکان و در وطول و نو وطول موضوع چه واقع دستی گنگ پاته سیه و به طالبان بل طرح ورکره و چه باقی که هم تقریبا داغه شان و خو د امریکا د وټولو موضوع پکې واضح حسی و چې دوی باید په خپل وخت ووس. شورای عالی مصالحه ملی تعدد طرحها را برای بحث در نشست ترکیه نگران کننده می داند و از ادامه کار برای بسیج این طرحها پیش از نشست ترکیه اطمینان می دهد. کمیسیون زیر نظر جناب قانونی است برای توحید دیدگاه ها کار می کنه. امیدوار استیم که تا رفتن به کنفرانس ترکیه یک دیدگاه واحد داشته باشه. سیاستگران کشور به این باور هستند که نشست ترکیه یکی از فرصت‌های استثنایی در روند صلح افغانستان است و تاکید می‌ورزند که ناکامی نشست ترکیه سبب ناکامی مذاکرات در دوحه نیز خواهد شد. ما امیدواریم که این مجلس یک راهگشایی باشه برای ایجاد اعتماد بیشتر بین دو طرف متخاصم که دولت و طالبا هستند. یکی از طرح‌هایی که قرار است در نشست ترکیه درباره آن رایزنی شود، پیشنویس مذاکرات صلح افغانستان است که از سوی آمریکا به هر دو طرف سپرده شده است.